حضور گسترده نمازگزاران مؤمن اینجا در مسجد جامع فاطمه قندهار. نمازگزاران خدمات تلویزیون تمدن و حوزه علمیه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم را ارزنده خوانده و گفتند انتظار داریم مسئولان وزارت عدلیه با تجدید نظر در مورد تصمیم اعلامیش قلب بخش بزرگ از جامعه را خوشحال سازد. دانشگاه خاتم النبیین، شبکه ملی تمدن و حوزه علمی خاتم النبیین، اینها مکانهایی هستند که ملیان، برای یک شخص، برای یک قوم، برای یک مذهب تعلق ندارند. اینا مرگانهایی هستند که کلی ملت، کلی مردم از اینا استفاده میکنند و برای هوشیاری و فهم و درک مردم اینا ارزش خاص و بالایی دارند. و از دولت امارت اسلامی میخواهیم که این شبکه نباید مسدود بشه. این شبکه یک شبکه هست که باعث اتفاق و اتحاد و همبستگی بین جامعه مسلمین خصوصا بین افغان ها شده. به گفته خطیب نماز جمعه مسجد جامع فاطمیه، تلویزیون ارزشی تمدن و حوزه علمیه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم از نهادهایی است که اخوت و برادری را در جامعه ترویج می کند. بنابراین انتظار ما از مسئولان حکومتی این است که برای تقویت چنین نهادهای اقدام نمایند. حوزه علمیه خاتم النبیین که مؤسس ایشان آیت الله رضوان محسنی رضوان الله تعالی علیه بود و این حوزه علمیه محل رشد طلاب بوده، محل رشد یک چیز قومی نبوده، یک چیز در واقع از حضور شما یک چیزی که مختص به یک عده خاصی باشه نبوده، از همون اول یک نگاه شمولی داشتن. روز گذشته هیئتی از جانب وزارت عدلیه به تلویزیون تمدن آمده و خواهان قطع نشرات این تلویزیون شدند، اما با پادرمیانی بزرگان حکومتی این تصمیم تا روز شنبه معطل ماند.